بینندگان عزیز برنامه های تلویزیون کمله، با درود به شما. امیدوارم هر کجا که هستین خوب و سرحال باشین. برنامه چشمانداز رو خدمت شما تقدیم میکنم. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به 8 مارس، روز جهانی زن. در این رابطه خدمت رفقا بهرام رحمانی هستیم، در استودیو تشریف دارم و رفیق شیوا سبحانی از طریق تلفن و برنامه اسکایپ. 8 مارس روز جهانی مبارزه علیه تبعیض و نابرابری علیه زنان، روز گرامی داشت تلاش زنان و مردان آزادی خواهی است که برای رهایی زنان از ستم جنسی و طبقاتی در همه دنیا در تلاشند. در ایران در حاکمیت 35 ساله جمهوری اسلامی، تبعیض علیه زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هم در قوانین رژیم و هم در سطح جامعه نهادینه شده. بحث این هفته ما راجع به روز جهانی زن هست و به این مناسبت ما مروری خواهیم کرد به موقعیت کنونی جنبش زنان در ایران. من لازم پیشاپیش 8 مارس رو به همه شما و همه زنان و مردان آزادی خواهی که در این راه تلاش میکنن تبریک بگم. اولین سوال ما رفیق برام از شما شروع بکنم. شما فکر میکنین موقعیت کنونی جنبش زنان، نه عجب بگیم که خب به این پیشینه تاریخی طول دراز برگردیم، تا اون چیزی که اساسا مورد نظر بعد از سرکار اومدن دولت روحانی، موقعیت فعلی جنبش زنان فکر میکنین چجوری است؟ من از شما تشکر میکنم، به بینندگان تلویزیون کمله شب بخیر میگم و منم 8 مارس روز جهانی زن و پیشا پیش به همه زنان کارگر آزاده، مردان آزادی خواه، برابری طلب تبریک میگویم. همچنین خوشحالم که شیوا از طریق اسکایپ تو این گفتگو شرکت میکنه. اما اونچه که به مربوط به سوال شما میشه، در واقع ما موقعیت کنونی زنان در ایران به هر رو به حدی اسفبار و فلاکتباری که هر گوشش رو بگیری میبینی که این فلاکت رو انسان میبینه. اونچه که خیلی مسلمه و تو خیابونها دیگه غیر قابل انکاره، تصاویر نشون میده و این هست که از موقعی که این دولت امنیتی شیخ حسن روحانی رو کار اومده، گشت ارشاد که در دوره انتخابات از خیابونها جمع کرده بودن دوباره به خیابونها بردن، تصاویر نشون میده چگونه نیروهای گشت ارشاد با حمایت نیروی انتظامی به زنان و جوانان در خیابونها حمله میکنن، توهین میکنن، در واقع توهین به هر زنی در خیابون توسط مامورین جمهوری اسلامی، توهین به کل بشریت و به ویژه به همه شهروندان جامعه ایران است. بنابراین مقاومت در مقابل این مسئله، اعتراض به این مسئله مربوط به اون زن نباید محدود بشه که مورد تحقیر و توهین قرار گرفته، کل جامعه باید نسبت به این مسئله اعتراض کنه. ولی اونجایی که به مسئله اشتغال که مهمترین بخش جامعه شناسی هست و کشورهایی که در حال توسعه هستند از جنبه انسانی مشارکت انسانها را میشه در نظر گرفت، در مجموع از 392 شهر ایران موقعی که به آمار اشتغال زنان نگاه میکنیم تعداد خیلی کمی میبینیم که در استانها زنان نسبتا شغل دارند، ولی علل عموم در کل سراسر ایران اشتغال زنان بین 15 تا 18%، یعنی نزدیک به 85% زنان ایران خواهان شغلن باشند، شغلی براشون وجود نداره. و به ویژه گزارش کارگروه جهانی اقتصاد که در مورد سال 2013 منتشر شده و این گزارش مربوط به برابری جنسیتی، مشارکت زنان در امور سیاسی اقتصادی کشور نشون میده، ایران در بین کشورهای مورد بررسی جهان در جدول 10 کشوری قرار گرفته که به هر حال بالاترین حد نابرابری در عرصه سیاسی و اقتصادی به زنان تحمیل میشه. بر اساس این گزارش مشارکت سیاسی زنان در ایران در حد 0
و مشارکت اقتصادی هم 0.36% در واقع، یعنی بسیار بسیار ناچیز. جامعه ایران که نصفش زنان تشکیل میدن از حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی خودشون محرومند و این نشون میده که جامعه ایران چقدر تو این سالهایی که حکومت اسلامی 35 ساله حاکمیت داره حتی اون حقوق اولیه که در اوایل انقلاب زنان مطرح میکردن، ما آزادی میخواییم، برابری میخواییم، امروز پس از 35 سال بسیار عقب رفته و این کل فاجعه برای جامعه ایران محسوب میشه. خیلی ممنون. رفیق شیوا، صدای منو داری؟ بله، صداتون هم میشه. رفیق شیوا، بحث در مورد اینکه وضعیت زنان در ایران چجوره خیلی میتونه وسیع تر باشه. منتها یکی از مسائلی که بعد از سرکار آمدن دولت روحانی مطرحه اینه که گرایشات بورژوایی از جمله لیبرال ها، فیمینیست های اسلامی و غیره فکر میکنن که اومدن دولت روحانی تغییر مثبتی به نفع زنان، موقعیت زنان. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ بله، منم خدمت شما رفیق جلال، خدمت رفیق بهرام رحمانی و بینندگان خوب تلویزیون کمالی عرض سلام دارم و من هم تبریک میگم 8 مارس رو. خب طبیعیه که جریانات بورژوایی لیبرالی و جریانات فمینیست‌های به اصطلاح خودشون اسلامی تظاهر به این بکنن که گویا سرکار آمدن روحانی میتونه نقطه عطفی در جنبش اعتراضی زنان باشه، ولی چیزی که مشخصه تاریخاً و ماهیتاً جریان‌های لیبرالی مسئله زنان در دستشون اهرمی بوده برای بیراه بردن جنبش اعتراضی زنان. خود این فمینیست‌های اسلامی اندام ارگانیک حکومت سرمایه‌داری اسلامی هستند. اسلام به عنوان یکی از شنیع‌ترین مذاهبی که غیر انسانی ترین اعمال رو علیه زنان اعمال میکنه، مثلا سنگسار، شکنجه، پیدوفیلیسم، آزار و اذیت‌های روحی گسترده، حجاب، غیره و غیره، از طریق ابزار قانونی مثل مذهب بر زنان اعمال شه. عبارت فمینیسم اسلامی از نظر من خیلی مسخره است، مگر کسی که فمینیست در تعریف کلاسیکش باشه میتونه اسلامگرا باشه یا برعکسش، کسی که اسلامگرا باشه میتونه فمینیست باشه؟ یا خب خیلی خیلی اصلا قابل پذیرش و قابل قبول نیست. به هر حال اونا اسم خودشون رو هرچی میذارن برای بیراه بردن جنبش های اعتراضی زنانه در جهت تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خودشون، از این رو هستش. وقتی روحانی سر کار میاد طبیعتاً اونا خوشحالن و تظاهر میکنن به اینکه گویا اتفاقی میخواد بیفته. برای چی؟ برای اینکه هم حکومت سرمایه‌داری اسلامی، هم اسلامیست ها منافعشون تأمین میشه، هم سرمایه‌دارها. برای همین خوشحاله که در واقع کرنا میکنن که گویا اتفاقی میخواد بیفته، اتفاقی قرار است بیفته، ولی عملاً آمارهایی که رفیقمون بهرام رحمانی دادن حاکی از و واقعیت‌های درون ایران حاکی از عمق فاجعه و مشکلاتی که زنان ایران و مردم ایران باش دست به گریبان هستن. بله، خیلی ممنون رفیق بهرام. خب این موقعیتی که جنبش زنان بود یا موقعیت زنان سرش صحبت کردیم و خوشبینی هایی که به دولت روحانی توهماتی که پراکنده میشه، در شرایط فعلی مطالبات که جنبش زنان به طور کلی و یا زنان کارگر و زحمتکش رو به طور مشخص مورد توجه قرار بگیره، رؤوس این مطالبات فکر میکنین چی میتونه باشه؟ ببینید، این مطالبات در کلیه عرصه ها، عرصه سیاسی، عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی، عرصه فرهنگی، عرصه حقوقی، در واقع 35 سال روز به روز رو هم انباشته شده. الان وضعیت زنان ایران علل عموم یه جوریه که هر گوشه رو شما نگاه کنی میبینه که اونجا زنها به طور سیستماتیک سرکوب میشن. شما دانشگاه ها رو نگاه کنی، این جدایی جنسیتی، فشار رو زنان، جامعه رو نگاه کنی، سرکوب در جامعه،
اشتغال نگاه کنی که در حد صفر، مشارکت سیاسی در حد صفر، و به ویژه موقعی که ما به زنان کارگر میرسیم میبینیم که زنان کارگر دستمزدشون نسبت به در یک کار برابر نسبت به مرد همکارشون بسیار بسیار پایینه، یا موقعی که بحران اقتصادی از راه میرسه بیکارسازی ها شروع میشه، اولین سری زنان رو بیکار میکنند، به عناوین مختلف زنا مانع سد بزرگی راه اشتغالشون گذاشته میشه. و اون چیزی که ما امروز به قول معروف وضعیت زنان کارگر نگاه میکنیم بسیار فاجعه بارتره، فاجعه بارتر از اون وضعیت زنان خانه‌داره که فراموش شدن، در واقع هیچ کس به فکر اینها نیست. در مورد مثلا از زنان خانه‌دار مطالباتشون من شروع کنم، دو تا بحث در موردش وجود داره. یک این که برای زنان خانه‌دار دستمزد تعیین بشه، دومیش اینه که برای زنان خانه‌دار بیمه بیکاری تعلق بگیره. اون بحثی که داره میکنه زنان خانه‌دار مزد بهشون تعلق بگیره، در واقع زن رو میخواد تو همون خونه کاری که انجام میده تو اون خونه باشه و یه دستمزد بخورنم میریم بهش بدن، در واقع این رهایی زن رو دنبال نداره. ولی بیمه بیکاری اینه که برای همه بیکاران کشور بیکارن بیمه بیکاری تعلق بگیره و اینها بتونن در رابطه با مطالبات اقتصادی، مطالبات سیاسی در همه عرصه‌های اجتماعی جنبش خودشون بتونن حرکت کنند، بتونن حرف بزنن، مطالباتشون را مطرح کنند. و مسئله سوم اینه که این مطالباتی که وجود داره، خب زنان یه طبقه معین نیستند، ما بگیم همه این مطالبات یکسانی در ایران دارند. زنان مثل طبقه کارگر طبقاتی هستند، طبقه کارگر، زن کارگر، زن خانه‌دار مطالباتش با اون زنی که نماینده مجلس هست، زن بورژوا هست، بسیار بسیار متفاوته. موقعی که ما از مطالبات زنان کارگر و خانه‌دار بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، یه مطالبه اصلیشون اینه که برای همه زنای بیکار و خانه‌دار بیمه بیکاری تعلق بگیره. چون مسئله اقتصادی پایه است، موقعی که موقعیت اقتصادی زن بهبود پیدا میکنه میتونه جرأت بیشتری پیدا کنه در امور سیاسی اجتماعی مشارکت کنه. زنی که محتاج به شوهرش است، وابسته به شوهرش است، این شوهر مرد سالار باشه، معلومه که این زن رو از همه حقوق اجتماعیش محروم میکنه و دولت و ایدولوژی اسلامی هم که به طور مادرزادی حقوق زن رو به رسمیت نمیشناسه، نیمه انسان میشناسه و این مرده که در مورد سرنوشت زن میتونه تصمیم بگیره. و به اضافه این که زنان حق تشکل، یعنی امروز مسئله تشکل مثل نان شب مورد نیاز همه اخشار اجتماعی، طبقه کارگر، دانشجویان، جوانان، به ویژه زنان هست. زنان باید خودشون را متشکل کنند. تشکل یابی جنبش زنان در این نیست که یه تعداد زن بورژوا یا یه تعداد زن با موقعیت اقتصادی متوسط امضا جمع کنند مثلا برن به پارلمان جمهوری اسلامی بدن وضعیت عوض بشه. باید زنان کارگر، زنان سوسیالیست، زنان خانه‌دار تشکل‌های خودشون را از پایین به وجود بیارن و این تشکل‌ها باید مستقل از دولت باشه، مستقل از گرایشات بورژوایی باشه تا بتونن تو این تشکل‌های خودشون مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودشون را پیش ببرن. یعنی به نظر من بدون تشکل زنا به صورت منفرد نمیتونن به مطالبات خودشون برسن و موقعی که تشکل زنان به وجود بیاد حتما باید این جزء وظایف طبقه کارگره که به عنوان طبقه اصلی جامعه در مقابل بورژوازی این جنبش ها را مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جوانان، جنبش های تحصیلم و با خودش متحد کنه، بتونه یه جنبش سراسری طبقاتی در مقابل بورژوازی به وجود بیاره که هم گام به گام مطالبات خودشو به بورژوازی و به دولت تحمیل کنه و هم بتونه زمینه را برای دست دادن به تحولات سرنوشت‌ساز آماده کنه. بله رفیق شیوا، ما در واقع ادامه بحث رو میخواییم بپردازیم به اینکه نقش جریان چپ و سوسیالیست در جنبش زنان چیه؟
ما مشارکت زنان در جنبش‌های سیاسی اجتماعی رو هم در انقلاب 57 هم در تحولات 88 هم در تجاربی مثل کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه دیدیم. حضور زنان در همه عرصه‌های مبارزه انکارناپذیره و بدون اینکه افق سوسیالیستی بر این جنبش حاکم بشه دورنمای پیروزیش ناروشنه. سوال اینه که به چه شکلی میشه جنبش زنان رو توده‌ای کرد؟ توده‌ای که توده میلیونی زنان کارگر و زحمتکش به میدان بیان و جنبش زنان در حد در مشارکت سیاسیش تو جامعه میبینیم. مثلا اونجایی که بحث تشکل و بحث حضور سیاسی زنانه بخشن به نخبگان محدود میشه. چجوری میشه این توده زنان کارگر و زحمتکش رو به میدان آورد؟ بله، من در تایید حرفای رفیق بهرام رحمانی باید عرض بکنم که مطالبات روزمره زنان به عنوان مثال همین دریافت سبد خانوار میتونه یک نقطه آغاز باشه برای سراسری کردن مطالبات زنان. به چه شکلی؟ زنان خودشون میتونن موضع بگیرن در رابطه با دریافت سبد کالا، به دولت اعلام بکنن که ما شوراهای محلی تشکیل میدیم و میخوایم که توزیع مواد غذایی رو خودمون در دست بگیریم و اعتراض داریم به کیفیت و تنوع مواد غذایی. این رو باید، چون مسئله روزمره هست در داخل ایران و مردم هم نیاز دارن به این مسائل و دولت رو وادار به تمکین بکنن که امکانات مالی بیشتری، امکانات خوراکی بیشتری که از لحاظ تغذیه سالم‌تر باشه در اختیارشون قرار بدن، وادار بکنن دولت رو که امر توزیع رو به شوراهای محلی واگذار بکنن. این مسئله خیلی حائز اهمیته. چرا؟ چون یک مسئله روزمره است و یک مسئله اتفاقا سراسریه. خود همین امر میتونه به شوراها و تشکلات زنان بیانجامه، اما ممکنه مثلا نقد الان وارد بشه که این توزیع مواد غذایی هم با سولید نقش تهیه مواد غذایی زنان برای خانواده هست که از نظر من درسته و محلی از اعراب هم داره، ولی من روی سخنم اینه که ابتکار عمل این حرکت میشه میتونه در دست زنان قرار بگیره برای اینکه اون توازنی که از لحاظ هژمونی در درون خانواده متاسفانه الان زنان در درون خانواده دارن مربوط میشه به مسئله تغذیه و اینها میتونن بقیه اعضای خانواده رو راضی بکنن که با هم همکاری بکنن، در محله همکاری بکنن با دیگر محله‌یاشون، با دیگر کسایی که در خانواده وجود دارن و امر توزیع مواد غذایی رو خودشون به عهده بگیرن. اما در مورد جنبش سوسیالیستی، حضور پررنگ و سازمان یافته زنان، به نظر من این مسئله امکان پذیر نیست مگر اینکه توسع و اشاعه آگاهی طبقاتی به این اعتبار که تمامی مصائب و تمامی مشکلات مربوط به آپارتاید های جنسی، آپارتاید قومی، مذهبی، نابرابری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری، گرانی، تورم، همه و همه ناشی از مالکیت خصوصی هست. برای همین شما اگه حضور میلیونی زنان رو ما در انتخابات 88 دیدیم، ولی این حضور وقتی هدفمند نیست، وقتی سازمان یافته نیست و وقتی آگاهی طبقاتی نداره، خب ممکنه بورژواها هم زنان رو بتونن در ابعاد میلیونی سازماندهی کنن و به خیابون بیارن، ولی مسئله اینه که اون آگاهی که زنان رو به خیابون میکشونه چقدر طبقاتی هست و چقدر درونی شده برای زنان و میخوان یه تغییر اساسی رو در زندگیشون حاصل بکنن. به نظر من آگاهی طبقاتی به این اعتبار که لغو هر گونه نابرابری جنسیتی، نابرابری انسانی، روابط کالایی، هر گونه استثماری منوط به لغو مالکیت خصوصی فقط میتونه تضمین کننده این باشه که زنها بتونن در تشکلات، در شوراهای مستقل خودشون سازمان پیدا بکنن. بله، خیلی ممنون. رفیق بهرام، یکی از مسائلی که گرهیه تو این رابطه پیوند جنبش کارگری با جنبش زنان. اگر طبقه کارگر این مسئله رو، این مبارزه برای رهایی زنان از قید ستم جنسی رو و ستم طبقاتی رو
در سرلوحه کار خودش قرار نده، وظیفه خودش ندونه، اوضاع به همین شکلی خواهد بود. این پیوند رو شما چجوری میبینید؟ ببینید تو دهه‌های اخیر با رشد گرایشات لیبرالی و فمینیسم بورژوازی در جنبش زنان و یا حتی اتحادیه‌های کارگری جهان، گرایشات لیبرالی و سوسیال دموکراسی سبب شده که در واقع جنبش کارگری و جنبش زنان از اون موقعیت طبقاتشون دور بشه، با استراتژی خودش مبارزه نکنه. موقعی که ما به جنبش زنان به معنای واقعی نگاه میکنیم، میبینیم که این جنبش زنان از 1857 با اعتراض زنان بافنده در رابطه با بالا بردن دستمزدها که اعتراض داشتن دستمزدها بسیار پایینه، پایین آوردن ساعت کار شروع میشه و در این اعتراض زنان به شدت سرکوب میشن، برخی هم جان خودشون را از دست میدهند. این مبارزه ادامه داره تا اینکه 8 مارس در یکی از جلسات انترناسیونال 2 در کوپنهاگ به با فعالیت پیگیر کلارا زتکین در 1909 به عنوان روز جهانی معرفی میشه، مورد تصویب قرار میگیره. از اون سالها 8 مارس به عنوان روزیه که روز اوج مطرح کردن شعارها و مطالبات زنان هست، ولی مبارزه زنان نباید به اون روز یا به اون هفته ها مختص بشه و در عرض سال از مبارزه زنان غفلت بشه. و تا اینکه این مبارزه بوده که به بورژوازی و نهادهای بورژوازی مثل سازمان ملل 1975 تحمیل میکنه 8 مارس به عنوان روز جهانی زن به رسمیت بشناسن. ولی با وجود اینها ما میبینیم دوره شوروی برخی از کشورهای فدراسیون شوروی روز 8 مارس مثل اول ماه می به عنوان تعطیل رسمی به رسمیت شناختن، ولی هنوز در کشورهای غربی روز 8 مارس روز عادی حساب میشه و به عنوان یه تعطیلی به رسمیت شناخته نشده، به دلیل اینکه از اون مبارزه طبقاتیش دور شده. امروز پیوندی که بین جنبش کارگری و جنبش زنان میتونه شکل بگیره، دو تا عاملی که من برشمردم، این دو تا عامل باید عمیقا مورد نقد قرار بگیره. یکی گرایش صرفا سندیکالیستی، نه سندیکال، گرایش سندیکالیستی، گرایش لیبرالیستی تو جنبش کارگری مورد نقد قرار بگیره. یکی تو جنبش زنان گرایشات بورژوایی فمینیستی مورد نقد قرار بگیره. این دو تا جنبش که موازی با هم حرکت کردند و سرنوشت طبقاتی مشترکی دارند، اون موقع است که میتونه با هم دیگه پیوند بخوره و در استراتژی کارگری سوسیالیستی حرکت کنه و هم جنبش زنان میتونه جنبش کارگری را تقویت کنه و هم جنبش کارگری به عنوان طبقه اصلی جامعه حامی جنبش زنان میشه. و مسلمه که بدون این پیوند، بدون این مشارکت، زنا در صف اول مبارزات قرار نگیرند، در رأس تشکلها، شوراها، اتحادیه‌ها قرار نگیرند، در صف مقدم انقلاب قرار نگیرند، به هر راه اون انقلابی مثل انقلاب 57 ایران حتی به ثمر هم برسه، مطالبات زنان برآورده نخواهد شد و جامعه با آزادی، برابری و رفاه نخواهد رسید. یعنی مشارکت زنان بسیار بسیار حائز اهمیت برای کل جامعه بشری که داره اون تحولات اونجا صورت میگیره و به ویژه برای اینکه انقلاب موفقی اتفاق بیفته، مشارکت زنان و در صف مقدم اون انقلاب قرار گرفتنشون بسیار بسیار حائز اهمیت و حیاتی است. بله. رفیق شیوا، یکی سوال دیگه که در واقع سوال آخر هستش اینه که جریان رادیکال در جنبش زنان، فعالین پیشرو، فعالین سوسیالیست، فعالین آزادی خواهی که امر خودشون رهایی قطعی زنان از ستم و استثمار جنسی و طبقاتی میدونن، در شرایط فعلی اینا چه نقشی دارن، چه وظیفه دارن، چه رسالتی میتونن در شکوفایی جنبش زنان به وجود داشته باشن؟
به نظر من این نه اغراق گوییه و نه بزرگ نماییه اگه بگیم بار تمام مصائب و آلودگی های اجتماعی و نابرابری های اجتماعی نه تنها در ایران، در جای جای دنیا روی دوش فعالین سوسیالیست و کمونیسته. برای همین هم به نظر من هر انسانی که در رابطه با مسائل کارگری، هر فعال چپ و کمونیست که در رابطه با مسائل کارگری، در رابطه با مسائل دانشجویی فعالیت میکنه، مسئله زنان هم یک مسئله غیر انکارناپذیریه که باید باش روبرو بشه. مبارزه در راه رهایی زن و مرد برنمیداره. متاسفانه خیلی از فعالین چپ و کمونیست مرد ما در ایران هنوز در مقابل مسائلی که زنان باش در دست به گریبان هستن و مشکلاتی که اونها دارن سکوت اختیار میکنن و یا اون رو کم ارزش و کمبه ها تلقی میکنن و به این ترتیب آب رو به آسیا به باستولید مناسبات سرمایه‌داری میریزن. ولی به نظر من در وضعیت امروز ایران با توجه به اعتبار، نسبتاً عرض میکنم با توجه به اعتبار و سازمانیافتگی و کارنامه درخشانتری که مثلا جنبش اعتراضی کارگری داره نسبت به جنبش زنان، این جنبش اعتراضی کارگر ایران هستش که باید بسترساز و حمایت کننده جنبش مستقل زنان باشه و نه اینکه قیمش باشه و نه اینکه بخواد مناسباتی رو که اون خودش میخواد رو اعمال بکنه. برای همین هم بر همه فعالین چپ و کمونیست که در هر زمینه فعالیت میکنن، مسئله مربوط به زنان، مسئله مربوط به رهایی زنان، مشکلات زنان، سازمانیابی اونها مسئله روزشون خواهد بود. خیلی ممنون رفیق بهرام. ما با آخر بحث رسیدیم. در واقع برنامه به مناسبت 8 مارس بود و روز جهانی زن. شما که در مورد کلیت بحثایی همچنین روز جهانی زن پیام خاصی در آخر دارین بفرمایید. من فکر میکنم که به هر رو بحثای خوبی شد، ولی خب فرصت کم اجازه نمیده این بحثا به طور همه جانبه باز بشه. و اون بحثی که شیوا کرد در مورد امروز توزیع سبد کالا، این به عنوان یه صدقه دهی به جامعه مطرح میشه، در صورتی که دولت حق اون جامعه رو خورده، الان میاد چند کیلو برنج و روغن نباتی بهشون بده و این حق طبیعی جامعه است که بر سرنوشت خودش از جمله در مورد کالاهایی که تولید میشه، توزیع میشه، نظارت کلی داشته باشه. ولی اونچه که من میخوام در مورد شرایط فعلی ایران مطرح کنم این هست که تاکنون 35 سال ما دیدیم که به هر هیچ روزنه امیدی از سوی حاکمیت و گرایشات لیبرالی بورژوازی در جامعه ایران دیده نمیشه که این روزنه منجر بشه به رهایی زن، این منجر بشه به حتی لیبرالیزه شدن سرکوب سیستماتیک زنان با آپارتاید جنسی. هر دوره این شدیدتر میشه. ما باید یه جای نقطه اختتامی بر این وضعیت بیتفاوتی و سکوت مرگبار بذاریم. اونم اینه که من فکر میکنم تو همین 8 مارسی که در پیش داریم، زنان کارگر و مردان کارگر، انسانهای آزاده و برابری طلب بتونند از هر امکان کوچکی برای رساندن صدای خودشون به گوش جهانیان، به گوش جامعه استفاده کنند. حتی مثلا میتونه یه اعتراض کوچک در یه گوشه شهر سنندج، مریوان، تبریز، شیراز، تهران به یه حرکت اعتراض آمیزی تبدیل بشه. این اعتراضات سازماندهی کنیم، پیش ببریم. تنها راه رهایی ما توسط خودمون صورت خواهد گرفت، توسط طبقه‌مون صورت خواهد گرفت. و اینو یک بار برای همیشه بدونیم که هیچ گرایش غیر از گرایش طبقاتی طبقه کارگر حامی واقعی رهایی انسان از ستم و استثمار سرمایه‌داری و به معنای واقعی برقراری برابری زن مرد نیست. بنابراین از همین امروز باید به فکر خودمون باشیم، سازماندهیمون باشیم، اعتراضمون باشیم و بتونیم توی این 8 مارس اون پوزی که دولت داره میده، این نرمش قهرمانانه که در واقع سازش مبتذلانه است در مقابل غرب این پرچم بلند کردن، ما بتونیم به قول معروف این پرچم طبقاتی خودمون در ایران بلند کنیم
و نشون بدیم که موزل مشکل ما ساخت باخت و سرمایه‌داری جهانی نیست. موزل مشکل ما این هست که زنان و مردان آزادی خواه طبقه کارگر از حقوق خودش محرومه، الان میخواد سرنوشت خودش رو در ایران به دست خیش رقم بزن. رفیق شیوا، صحبت و پیام آخر شما در این رابطه چیه؟ بله، منم میخواستم بگم که این مسئله مربوط به صدقه، اولا صدقه از یک ادبیات، شما میدونین رفیق بهرام، از یک ادبیات مذهبی ناشی میشه. ممکنه یک تبلیغاتی صورت بگیره که گویا این صدقه هست. من یک مثال میزنم، شما در نظر بگیرید یک انسانی که پول داره، یک انسانی که پول نداره، کنار خیابون واسطه ممکنه دست تو جیبش بکنه یه پولی بهش بده، از نظر من این صدقه است. ولی سبد خانواری که دولت ناچار شده تمکین بکنه به وضعیت ناجوری که در داخل ایران هست، به وضعیت واقعا تکان دهنده ای که توی ایران هست، میتونه با ابتکار عمل مردم به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی من فکر میکنم فعالین چپ و کمونیست ما باید این رو به ضد خودش تبدیل بکنن. اگر دولت میخواد به وسیله یارانه، به وسیله سبد خانوار مردم رو تحت کنترل قرار بده، به این اعتبار که شما اگه نمیدونم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نکنین و سبد خانوار به شما تعلق نمیگیره و نمیتونین این رو بگیرین، مردم ابتکار عمل توزیع و تنوع مواد غذایی رو در دست بگیرن. من فکر نمی کنم این صدقه است، من فکر می کنم این تمکینی که دولت به مردم باید بکنه. و خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم. من از حضور شما رفقا سپاسگزارم و بدین شیوه بینندگان عزیز به پایان برنامه این هفته چشم‌انداز رسیدیم. بار دیگه 8 مارس رو به همه شما و زنان و مردان آزادی خواه تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت و سرفرازی دارم.